در ادامه می فرماید ولی از به خموره علاجیو جیوبه زنان مسلمان خمار را باید به گریبان بیندازد خمار چیه؟ در لغت گفتن که خمار عبارت است از همین مقنعه ای که ما بین ما مسلمان ها مرسومه عبارت است از پوشیشی که سر و گریبان رو بپوشاند خمار یعنی پوشاننده سر و یزرب به خمار خمار یعنی اون که سر می پوشند بله. جیوب جیوب یعنی گریبان و جلوی سر و گردن و جلوی اندام بدن پس این آیه سراحت داره به عزیز بعضی ها خیال میکنن که ما آیه در قرآن در رابطه با مقدار پوشیش زنان مسلمان نداریم خب این آیه سی و یک از سوره مبارک نور سراحتی در این داره که سر باید کلا پوشیده باشه هر چی که بر او سر اطلاق میشه که خمار اونجا رو میپوشاند و بعد جلوی بدن گردن گوش ها پوشیده بشه که نتیجهش همونه که قرص صورت با همون شرایط در شرایطی در فقه آمده که آرایش نداشته باشد و قصد دختنی کسی رو نداشته باشه خودش به حرام نیفته اگر باز باشه اشکال نداره اشکال. اون نکته مهم در اینجا همین مسئله خمار هست که در نس این آیه شریفه آمده بعد این که حتما باید جلوی اندام بدن پوشیده باشد اون قبل از نزول این آیه زنان سر خودشون رو اما جلوی بدن ممکن بود باز باشه بعضیها بعضی ها این آیه سراحت داره که باید پوشیده شود و این فواید عجیبی داره که در آیات دیگر به فواید و فلسفه هایی که پوشیدگی و حجاب برای زنان دارد اشاره شده که انشالله اونا رو سرچ خودش بیان خواهیم کرد انشالله به تشکر شکر با شما خواهیم به در بخش سوم انشالله سلامت همچنان با به وقت بیداری مهمان شما هستیم